آلا. درست شد؟ اینجا یک وسه ای و الو فقط میداد، اینجا یک وسه ای ال ایو داره میده. تفاوتشون توی این هست. و x dot replace ایو بی. چه اتفاقی میفته؟ بذارید من اول یه چیزی به شما بگم دوستان. من اینو اینجا بنویسم، میگم x dot replace ایو بی، یعنی به جای ای بذار بی. و حالا اینجا میگم x. چی باید چاپ کنه برای من؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. چرا؟ اتفاق افتاده، ولی شما گفتی به جای A بذار B، بعدش هم اصلا کل رشته رو بریز دور. چرا گفتی بریز دور؟ چون اینطوری باید مینوشتی. اگه اینو ننویسی میریزتش دور. تو حافظه یه کاری کرده بعدش هم انداختتش دور. نگفتی دوباره بریزش تو X. الان اینجا چه اتفاقی میفته؟ به جای اولین A یه دونه B میذاره و دیگه تمام. یعنی اگه میخوای همه اینها رو درست بکنه، با خودت هندلش بکنی. که البته متدهای جدیدتری هم اومده که همه رو درست میکنه. حالا من کاری به اونها ندارم. این رو به این شکل هم میشد بنویسیم. یعنی اصلا از همون اولش اینطوری بنویسیم. حالا چه اتفاقی میفته؟ اول به جای ای اول این بی میذاره، بعد میریزتش تو ایکس. حالا ما تو ایکس که بگیم دوباره ای و با بی جایگزین کن، این دفعه به جای ای دوم بی میذاره. پس دوتا ای ها جایگزین میشن و هر دوتاشون تبدیل به بی میشن. این مشت کوچکی از خروار متدهای به اصطلاح جاوا اسکریپت هست. ما توی آموزش کراش کورسمون برنامه نداریم که همه اونها رو بگیم، فقط داریم به شما معرفی میکنیم که چه امکاناتی داره که اگر خواستید به شکل دقیقتر و جامعتری برید مطالعه بکنید. پس شما حتما باید برید متدهای بیشتری رو خودتون مطالعه بفرمایید. در ادامه آموزش های کراش کورس جاوا اسکریپت در این بخش میخوایم نگاه دقیقتری به اری بندازیم و ببینیم که اری چه متدها و اتریبیوت هایی داره و از اونها استفاده بکنیم. من باز خیلی سریع سعی میکنم که این تگ های اصلی رو بندازم. داخل اسکریپت من میام یک متغیری تعریف میکنم، مثلا به نام فرض بکنید names، و به این شکل علی مثلا اکبر و مثلا زهرا رو می نویسم. اول من میتونم بگم که عین زمانی که از رشته ها استفاده می کردیم console.log بگیرم names.length رو. پس یه چیزی به نام length داریم برای array که به شکل property هست و شما میتونید اون رو ببینید که سه اینجا چاپ شده. پس طول آرایه رو ما میتونیم به این شکل چاپ بکنیم. متدهایی داره آرایه که میتونید ازش استفاده کنید. من اینجا به اختصار چند تایش رو بیان میکنم. مثلا یکیش اینه. من میتونم بگم که names.indexOf. ببینید اینجا دیگه نمیتونی بگی index of A، مثل رشته ها نیست. درسته که علی A داره یا اکبر A داره، ولی کل خونه آرایه رو فقط برای شما میسنجه، نه داخل هر خونه رو دقیقا کارکتر به کارکتر بخواد بسنجه. بنابراین اگر که اینو اجرا کنید با پیغام منفی 1 روبرو میشید، این خروجیش منفی 1. اما اگه بگی علی چی، بازم منفی 1. چرا؟ مگه این علی اینجا نیست؟ دلیلش اینه، گفتم بهتون جاوا اسکریپت کیس سنسیتیو هست. پس من اینو عمدن به این شکل نوشتم که شما بدونید حتی داخل رشته رو براش مهمه. درسته این دستور جاوا اسکریپت نیست، این یه رشته است، ولی علی با ای بزرگ کد اسکیش با علی با ای کوچک فرق میکنه. اینو حواستون باشه. وقتی اینطوری بنویسید اون وقت میاد به شما میگه صفر. یعنی تو خونه صفر آرایه من علی با این ترتیبی که شما نوشتید رو پیدا کردم. همچنین فرض بکنید که اینجا من یه علی دیگه اگه میداشتم، ببینید باز صفر رو داره میده، ولی اگه من دوباره بیام از last index of استفاده کنم چی؟ این دفعه دو رو به من میده. یعنی صفر یک دو، آخرین چیزی که پیدا میکنه علیه. یکی از مواردی که
برای اری میتونید استفاده بکنید متد تو استرینگ هست. میاد چیکار میکنه؟ میاد کل mình sẽ tỉa với những cái cành khô để chém ra nữa.